سلام، با در یک نگاهی دیگر در خدمت شما هستم. اورشلیم پست ساعت 3 بامداد به وقت اروپا شنیده شدن همزمان صداهای انفجار در ایران، سوریه و عراق را اعلام کرد. از ساعت 4 بامداد امروز به وقت ایران خبر از انفجار و آتش سوزی در فرودگاه اصفهان رسید. ABC نیوز آمریکا گفت موشک‌های اسرائیلی به سایتی در ایران اصابت کرده است. خبرگزاری‌های حکومتی خبرهای متفاوتی را منعکس کردند. خبرگزاری سپاه پاسداران خبر داد صدای انفجار در شهر قهجاورستان در شمال شرق اصفهان شنیده شده است. شهر قهجاورستان در نزدیکی فرودگاه اصفهان و پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی ارتش تحت امر ولی فقیه است که دارای 5 گردان است، شامل گردان 81 شکاری F-14، گردان شکاری سخوی 35، گردان شکاری F-7، گردان آموزشی PC-7، گردان آموزشی یاک 130. حسین، میخوایی بچه ها رو بیدار کنید؟ آره. نمیدونم، میخوایی بیدارشون کنید؟ پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه. شرق اصفهان. کانال تلگرامی نیروی تروریستی قدس خبر داد حمله با ریزپرنده‌ها به مرکز نظامی اصفهان با چاشنی بزرگنمایی رسانه‌ای از سوی آمریکا صورت گرفته است. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت صدای 3 انفجار در حوالی پایگاه شکاری ارتش در شمال شرق اصفهان شنیده شده است. پدافند در واکنش به یک شی که احتمال داده می‌شود ریزپرنده باشد شلیک کرده است. هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد چند پهپاد اسرائیلی را ساقط کرده است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت سابرین نیوز متعلق به سپاه پاسداران از حمله به استان سویدا در جنوب سوریه و منطقه‌ای در عراق خبر داد که مورد حمله قرار گرفتند. این کانال اضافه کرده که حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی السعله در استان سویدا و چندین نقطه دیگر در حومه درعا در جنوب سوریه انجام شده است. تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت رژیم آخوندی خبر دیگری بود که بعد از سوی خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تکذیب شد. خبرهای دیگر حاکی از بسته شدن آسمان ایران بر روی همه پروازهاست. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود رادار ارتش از اهداف احتمالی بوده است و شیشه‌های چند ساختمان اداری در این محدوده شکسته شده است. تلگرام چند ثانیه رژیم نوشت پروازهای فرودگاه خمینی ملعون لغو شد. به مسافران اعلام شد که فرودگاه را ترک کنند. یک مقام آمریکایی به CNN گفت حمله اسرائیل متوجه سایت‌های اتمی ایران نبوده است. تلویزیون شبکه خبر رژیم خبر داد اصفهان در امنیت کامل است. نیمه شب صدایی در آسمان شمال اصفهان شنیده میشد. ما اطلاعات کسب کردیم چند ریز پرنده حرکت میکرده که مورد هدف قرار گرفته است. در آسمان اصفهان حرکت میکرده که مورد هدف قرار گرفته و خب حالا تا این لحظه مسئولان امنیتی استان اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما نذاشتن. برخی از منابع هم گفته بودن که شبکه خبر رژیم نیز گفت برخی از منابع گفته بودن تأسیسات اصفهان مورد حمله قرار گرفته که تحقیق کردیم این اطلاعات غلط بوده، هیچ جایی مورد هدف قرار نگرفته. سایت خبر فوری رژیم به نقل از یک فعال رسانه‌ای نوشت احتمالاً ماجرای اصفهان یک خرابکاری انسانی با استفاده از کواد بوده است. بر اساس گفته منابع آگاه شنیده شدن صدای شدید در برخی منابع کشور
ناشی از فعال شدن سامانه پدافند هوایی برای مقابله با برخی ریزپرنده‌های ناشناس بوده است.